خرسرمون اسکی مینجام چیه؟ شبیه کده تنبل شدم پستیشه؟ سلام، خیلی خوش اومدین. سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به کانال حسین افشاری. این قسمت چندومه بود داریم میگیریم؟ چهارم. قسمت چهارمه. خیلی خوش اومدین به قسمت چهارم. مرسی که برنامه نگاه میکنین، دمتون گرم، به اون انرژی میدین، کامنت هایی که میذارید همه رو میخونیم ما با هم دیگه. خیلی مرسی و همینطور ادامه بدید تا ما هم بتونیم ادامه بدیم. گفتن خیلی نزدیکیم، بذار یه ذره. آره گفتن نزدیکی تو که چقدر فاصله. نه نه، اونجا نگاه کن، آینه گذاشتم که آها آینه های باش. سلام، باش بود. بله ترین که چی کنیم، بتونیم ببینیم هم دیگر رو. امروز چرا لپتاپ جلومونه؟ آره بله، خودت یه توضیح بده چیه داستان، چه اتفاقی افتاد، چه تصمیم میگرفتیم چیکار کنیم تا من یه قهوه بخورم. امروز به مناسبت اینی که چند روز دیگه تولد حسینه، قراره که یک سری عکسای سمی از دوران نوجوانی و جوونی. ببین نوجوانیه فقط زمانی نوجوانی که... یعنی چه سنی؟ فکر کنم مثلا 17-18، یعنی 18 که تموم شد. آها. من دبیرستانم تموم شد به بعد. آها. یه سریش هم مثلا تو میکسه. به موقع مثلا N70 داشتم، رفتم دنبال عکسا گشتم، مال آخرای مثلا سوم دبیرستانه این شکلی. آها. بگم و اینکه من واقعا عکس ها رو ندیدم و شاید قبلا یه سری ها رو همجوری دیده باشم، ولی بهش خودم انتخاب کردمش، ولی بهش گفتم نمیخوام ببینم که امروز ریاکشنم واقعی باشه. ما اینجوری آنستیم. بله آنست آنست. خب چیکار کنیم؟ نمیدونم چه کار کردم. تولدت مبارک رستی. مرسی. سه شنبه است تولدت دیگه. سه شنبه هفته بعده تولدم. بله. 34 رو فوت میکنی یا 33 رو فوت میکنی؟ 66 تا 400 میشه؟ میشه 34. 34 رو فوت میکنم. آره بسی رنج برده این سال 34. بله. خب اینو بخواستم بگم که نمیدونم چرا این کار کردم با خودم واقعیت، ولی صدایی داد تو اینستاگرام هم هست، یه هایلایت دارم، یه چند تا عکس اونجا دارم. خب رو اسمش هم روزی روزگاریه. خب از زمان قدیم خودمه، اما موقع که چاق شدم و اینا. من تو دبیرستان آخر ببخشید از زمانی که چاق شدم شروع کنم مثلا بگم، من بچه بودم مثلا تو اول دبستان دوم دبستان عکسای قدیمم اگه مثلا بیارم که هستش تو هایلایت اینستاگرام هم دیگه، اینجا نیازی نبود در موردش صحبت بکنی، مامانم میترسید منو باید ببر. واقعا میترسید. آره دیدم، خیلی ریسکول بودی. آره واقعا کرج که مثلا میافتیم خونه خالم اینا فردیس، مامانم میگفتش که مثلا باد میاد نره بیاد یه وقت باد ببرتش. واقعا هم باده میبرد. یه بار رفتم بیرون باد قشنگ منو بلند میکرد، انقدر فشارش کوچولو بودم. میرفتی خیلی کوچولو بودم. آره خیلی. ببین تو آخه هنوزم استخون بندیت ریزه. آره مثلا مچ دست تو اینا ریزه. آره خب بعد چی شد که بعد... چی شدی؟ توپولو شدی؟ والا مامانم رفته بود دکتر، مثل این که رفت دکتر خانوادگی داشتیم من قدیم بچگی، فرید داداشم که بزرگتر از همه است، اونجا میرفتیم تا والا هنوز هم هستش دیدی؟ آره هنوز هم همه میرم چیشش سال 90 خوبه سالشه دکتر فرزاد، دستش هم درد نکنه. تا همین الان همچنان هست. این دکتر نمیدونم چی گفت چی کار کرد، یه کاری کرد که من چاق شدم. مثلا مامانم یادم مثلا اول دبستانم من روز اول دبستان تنها بودم، تنها رفتم با خاله میرا رفتم مدرسه، مامانم رو رفتم مکه، همه میگن که تو اونجا چیز شدی چاق شدی. مامان رفت دعا کرده چاق شی برگشته و آره این اتفاق افتاد. خب چی مثلا بهت ویتامین اینا دادن خوردی؟ نمیدونم، به خود یادم نمیاد. یهو ترکید اصلا از دبستان به بعد، یهو من چاق شدم، یعنی تو راهنمایی اوج چاقیم شد که دیگه ترکیده بودم، بعد عینکی چاق، اصلا یه چیز عجیب غریبی بودم. خال. آره خال، یه خال اینجام داشتم، نمیدونم چی شد. آره خواستم اینا رو بگم که من بچه بودم لاغر بودم، بعد یهو شروع کردم چاق شدم. بعد تو دبیرستان به جای اینکه یه کاری کنم لاغر شم، این سنیه که الان میبینیمش.
در نبرد ببینیم اینا رو. خب رفتم باشگاه بدنسازی، یعنی سمترین چیزی که میتونستم انتخاب کنم عضله رو چربی. عضله رو چربی همینجوری باشگاه بود که من میرفتم بطون ماهی و نمیدونم تخم مرغ و عدسی اینا میزدم، اونا هم تو باشگاه همه علی گولاخ دیگه، اینو بزن آفرین، این دوتا مثلا تون ماهی بخور اونو بزن، هر روزم هر کی مثلا میله خالی بزنی اونجا مسخرت میکنن چیه داری میزنی بابا، دوتا ده بکن توش ببینم با کمکت هم میکن همه سنگین و سنگین تر. آره اینجوری شد که این شکل شد. خب بریم سراغ عکسا. بریم دیگه، باشه شروع کنیم. عکسا رو براتون یه جای تصویر میذارم شما هم ببینید، احتمالا شاید اصلا چیز کنم کل تصویر رو کل صفحه بذارم، حالا ببینیم چیکار میکنیم. یکاش نبینیم خیلی بدن یه سری هاش. یکیشو الان دارم میبینم. بزن دیگه جستا قیافه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عالی عالی. چقدر مو داشتی حسین؟ آره متاسفانه موات خیلی پر بوده. سیبیل ندارم ببینی؟ آره سیبیل نداری عینک و خیلی بد نیست. نه خیلی بد. ببین اینجا چیزه، اینجا اوج غروره. آره این عکس رو سلفی میگرفتی واسه کی میفرستادی؟ اون موقع اصلا کسی نبود، چیزی نبود بابا، مال دبیرستان بودی دیگه. شماها دختری با پسر مثلا چی میگی دبیرستان؟ یعنی هیچ کاری نمی‌کردی؟ نه به خدا. چرا من تو دبیرستان چه حرف علکی میزنه مگه میشه؟ تو دبیرستان دوست دختر داشتم و چجوری اونا 10 متر از من جلوتر حرکت میکنم، با دوستان دوتایی میرفتیم با دوتا دختر دوست بودیم. آره نه 10 متر از من جلوتر حرکت میکردن، خیلی روابط صمیمی ولی تلفن زنگ میزدیم خجالت میکشیدم، کل مثلا خونه رو یه جا گیر میآوردم توی یه سوراخ قایم میشدم زیر پتو و اینا. آره پس این مال اون دورانه، این مال اون دورانه که اصلا فکر این چیزام نبودم، این مال اون دوره. از قیافت بعید بدونم اینجوری یه نگاه اینجوری داری میکنی. نه واقعا بعید بدونم. ولی اوج غرور و اینا یادت پرسیدی چی کار کنم، همونجا که اونو زدی میتونی بدی بری پایین. گفتی چقدر سخت توازی دادی. خب میگفتی دیگه، همچی گفتی با لپتاپ تو فاصله داره. وای جون خیلی بده این، چه اینجوریه؟ خدایی نگه واسه دختر رو نمیگرفتی واسه دل خودت میگرفتی؟ خدا برای خودم میگه بابا نگاه این یه تیکه عضله سرشونه رو میبینی، اینجا هم باشگاه بدنسازی میرم دکمه شلوارم چرا بازه؟ نه این با راست میگی دکمه شلواره چرا بازه؟ بای من اینجوری خیلی سمه، این خیلی بخندم بعد لوارا. آره یه هوا باز خدا اینا رو واسه خودت میگرفتی؟ به خدا برای خودم میگرفتم. خب بعد تازه مود بود نها کن این رکابی تو خونه، دستام داره اینجا میتره که دقت کنی داره. آره. پاره میشه. بعد باشگاه برنسازی میرفتم اینجا. و اینجا خال نداری تو همچنان؟ خال هم سمت چپه، اینجا دیده نمیشه چرا خال دارم. بسم الله میریم سراغ عکس بعدی. این چی؟ این چیه؟ اینو خودت گرفتی؟ میخوام بگم تیپ هم این بود. آها کی میره شمال دمپایی لاانگشتی پلاستیکی اسپانیا، فکر کنم اسپانیا آلمان، شلوارک گلگلی چرت و پرت نمیدونم کجا با پیرمردونه؟ آ پیرمردونه تنته. چی این تیپ میزنه؟ معلوم نبود پیرمردونه. گوشدار نگاه. چی میگی؟ نگو. قشنگه. متاسفانه دوربین هی قطع میشه. و من سر این عکس خیلی خندیدم. فکر کنم هست. آره حالا اگه باشه میذارم. عشق ریختم کامل. خیلی. یه بار دیگه عکس رو بذارم. توضیح بدم در موردش. بگم که شلنگره که گفتم در مورد شادم که اینه قلاده کوبی گرفتی دسته اون شلنگ اون فسفلی که داره اونجا را میره اینجوری دارم میکنم از تو اون چی اسمه شیراب در بیاد اصلا اون مهم نیست. میخوام بگم که این هیکل با زبانیه که سوم دبیرستان میخواستم لاغر کنم، اشتباه رفتم باشگاه بدنسازی و این اتفاق واسم افتاد. دستا رو بعد بالاتنه خیلی بزرگه، خیلی
واقعا میگم باشگاه بدنسازی همینه دیگه. فوری میری اونجا میگه هالتر بزن. هالتر بزن. واقعی میبینمش بازم خندم میگیره. ولی اینا رو بسوزونم. خیلی نه بابا با مثلا. ببین بعدی؟ خودم میزنم. مرسی. نه این اونقدر بد نیست. داستان داره. میدونی داستان چیه؟ خیلی جور چقدر چقدر ابروات انگار پیوسته تر بوده نه؟ شاید صورتم باز شده کشیده تر شده ابروام بر پیوسته نه همه چی از چیش سفید مفید هم بود جلو که میای نورش فرد میشه جلو نمیام نورو نهیه بردم ولی چیدی چقدر سفید مفید بودی الان هم هستی اینجا بابا سیبیل هم در نمیده لبام نها کن چه روشنه صورتی گناه نکرد اینجا ببینیم یه چیزی بگم اینه که این روخ جدی پشموها رو داری اونا پشموه خیلی قشنگ بودی نه جدی پارسی داری ببین اینجا داستان اینه که عکسای منو نمیذارم ببینی آفرین نه عکسای تو زمان خودش میام صحبت میکنی نه حالا اون زمان که نه اینا همه عکسات قشنگه منم هیچ عکسی ندارم خب بریم حالا بریم ببین این فریم رو داری زیر فریمش نداره بالا فریم داره عالیه زیر فریم نداره بالای فریم فریمش مثلا خفنه من خب تو دوگانگی شخصیت بودم آره اینکت صحبت میکنی آره من تو دوگانگی شخصیت بودم اینجا یعنی یه شخصیت هنری داشتم یه شخصیت غیر هنری جنگولک میتونیم در مورد این قضیه راستی حرف بزنیم و یه قسمت در مورد این تایملاینی که من دارم تایملاین رو درست میکنم که یه سری مردم هنری هن یه سری غیر هنری هن خب توی دوستای به که تو خودت داشتی دوروبرت خودم داشتم آره. نه میخوام تو در مورد جامعه که کاری ندارم اصلا خب چرا دیگه تو جامعه هم حساب میشه یه تایملاینیه آره حالا سر همون قسمت حالا آره میذاریم خلاصه میخوام بگم من تو قسمت هنریه و اینوریه گیر کرده بودم نه اینور بودم نه اونور از این کلا هنری ولی پشتو مثلا هویت تو چیز نکرده بودی هویت تو مثلا پیرمردونه تنمه ولی مثلا چه من یه کلا به دست چیزی هم که دارم آره بفرمایید نه این اوکی بود اینجا این مسئولیت خاصی داری حالت ششم نکن گود رفته این استایلی که دلیلش به خاطر عینکه ها گود رفته ششم نه نمیخوام بره بعدی میخوام اینو بیشتر ببینم خیلی سفید میبینم این کجاست عکس گرفتم پشت در نمیدونم چیه از اول میگفتی اینو بالا پایین بزن میگه سپیس رو بزن بعد اونو بزن میخواد بگه مثلا لپتاپ من خیلی فرق داره اینقدر بد توضیح دادی الان ببین بگو. اینجا رو که داری داره تازه در میاد زنجیر گردن رو دقت کنی آره دیتیل داره همه اینا پیرم مردونه رو که میبینی اتنم در نمیاد آره یعنی همش اینجا چند سالته؟ اینجا هم مثلا سوم دبیرستان یا دوم دبیرستانم این یه لبخندی که اون ته نگاهت شیطونه اون خیلی خوبه ولی نه خوبه من خیلی توی این سنها من خیلی فاجعه بودم جدی ببین اتفاق پسرها تو سن نوجوانیشون خیلی فاجعه نیستن قبول ندارم ولی حالا من که نبودم به نسبت ما دخترها ما یه اکیپی بودیم اصلا خیلی عکسامون وحشتناکه میرسیم بهش عزیزم چرا که نه بفرمایید بزنیم من میخواستم بدونیم که مثلا تیپو برم من کفشارو این کفشار مود بوده ولی اون سویچت که از جیب شلوارت آویزونه این عینکت هنوز داری فریمشو ساعتت هم داری بیا عقب من صورتت زشت نشه من اینجا برات درست کنم آفرین نمیشه بزرگتر کنی چرا میخوام لپتاپتون از این قابلیت ها داره نداره ببین اینجا توی زمانیه که دانشگاه هم من تو دانشگاه هم همچنان چاق بودم حالا نه به اون فاجعه ای چون دیگه باشگاه نمی رفتم بابا نمیتونم با این پایین بالا
دیدی به مشکل خورد؟ نه میخوام یه ذره بری جلوتر یه چیزی رو. الان خیلی مثلا چاقیت به چشم نمیاد، گرده دیگه صورت میبینی؟ گردی؟ خیلی آره چاقیه به چشم نمیاد، چاق هست. کفشاتو ببینم، کفشات ببین چند تا این خیلی نکته داره. کفشا کفشای خوشگلیه خود. آره آره درسته به این تیپ نمیاد ولی دونه دونه اینا نکته داره. ناکن گردن من، نه این گردن من قرآنی ها هست از اون هست. آره 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 اینکو که اینک ایتالیاییه نم چی چیه فریم داره، یعنی تناقض داره بیداد میکنه دیگه. تیشرت هم که تیشرت نه شکمو نگاه تو آخر. آره نه با شکمو ببین تو شکمت. آره اون چیه تو دستته؟ جعبه اینکه تو آفر خیلی جعبه ضبط ماشینه. آه جعبه ضبط ماشینه، یعنی سویچ و ضبط ماشینه اینا یه زمانی مود بود اینجوری تو دستاشو میگرفتم. همه اینجا 405 فکرم داشتم یا پراید یادم پراید دارم اینجا یه دونه اینجوری تو دست. مثلا 18 سالته؟ نه نه اینجا دانشگاه، اینجا مثلا 19 20 سالمه. ولی بیشتر 22 3 سالمه اینجا. نه بابا خیلی کم تر میخوری. خدا نه نه اینجا 23 4 سالمه شاید. نه بابا حسین جون خودت جدی دارم میگم. مگه میشه؟ آره. خیلی کوچیک‌تر. این یعنی سنیه که من تو رو دیدم؟ نه من تو رو این سن رو ندیدم که تو من تو این سن رو ندیدی که نه آخه مثلا میشه 10 سال پیش، یعنی مثلا 2 سال بعدش من تو رو دیدم. من میرسیم تو تغییرات. آخه من خیلی تغییر کردم یهو، خیلی من خیلی تغییر کردم یهو. میخوام بگم که یه زمانی معروف دو دست سارا نگاه توپول. آره یه زمانی معروف بود که سویچ و ماشالله امروز سی آپشناشو تازه دارم میبینم چه سفید و کمو درسته که بعدی اصلا بدونی که این باده همون زن از سواری هم میکردی با این هیکل روی اسب بیچاره. نه بیچاره یعنی خوب بودی یا نباید بیام جلو، نباید بیام جلو، حیف که نباید بیام جلو. این اسب بدبخت کمر شکست، این چه وزنی بود من نشستم. یعنی میشستی روی اسب به دوستات میگفتی ازت عکس بگیرن؟ نه نه اینو میشه رد کنی. چرا؟ اینو نمیدونم چرا گذاشتم. چرا؟ یادم نمیاد اینو چرا گذاشتم. خب چیزی نداره آخه این. برو. ولی شکمو نگاه کن. آره. تو هم میگی چاق نبودی نگاه آخه این شکمو. آره شکم داشتی. آره. شکم داشتم، همه چی داشتم، دستو ببین. آره قشنگ. خم میشه زیر این بار سنگین. من هنوز از آوجدن این اسبر دارم. بدبخت من اصحابیم بد نبودم، نشسته بودم این تکون میخواد شطلق شطلق میخورم تو کمر اسبر. الهی بمیرم اگه هر روز زنده است. به خدا نه تا جنگی نیدم. چرا شو چون شوهرمی الان به نظرم خوب میای، شاید اگه شوهرم نبودی به نظرم بد بودی. نه ولی خوبه، خوب که منظورم بگه خوش اومد زنده. خدا رو شکر این استایل تو نمیفهمم. آره این استایل رو اصلا نمیفهمم. ولی بعد یه چیز بگم راستی تو اکسا من دیگه بعد چارزانو بشینم ببخش هر جور راحتی بشه. ای وای من نمیتونم خیلی خیلی اکسامو نتونستم اصلا بیارم. چرا؟ بخاطر اینکه دوستان آها توش بودن به هم مسیج دادن که تو داری اون هارد کوفتی رو میکشی بیرون از گنجه. آه اون هارد خیلی حواست باشه به ما، همه هم ازدواج کردن و همه آره. زن و بچه دارن دیگه نمیشه این هارد ها خیلی خطرناکن. آره برای همه هی مجبورم ببرم. مثلا از دوران آشتیانم من خیلی عکس عجیب غریب دارم تو اونجا. اصلا ماجرای آشتیان خودش یه چیزه. مثلا ماجرای آشتیان اصلا نمیتونم بگم. آفرین. یه شب تا صبح جای دوستامون خالی آره. میشستی براشون تعریف میکردی. یه سری خاطره ها دارم. من تا دلت بخواد خاطره دارم دیگه، تو میدونی اینا رو آره. تعریف کردم برات. و دو سوم خاطرام غیر قابل تعریفه. بله. جلو دوربین. خیلی عجیب غریبه، اصلا به هم نمی اومده که آدم شرعی باشه. نه قیافه رو نگاه کن به هم میخوره آدم شرعی باشه. این کیه که نارد نشسته شونش به چسبیده؟ اینجا خونه آشتیان نمونه. آها میخوام اینو بگم که انقدر به قیافه هم نمی اومد، با همین قیافه میشستم جلو استاد اینجوری تو دانشگاه میگفتم که بله 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 بله. هر چی میگفت من اصلا تو رویای خودم بودم نمیفهمیدم چی میگه. میگفت اسمت چیه نمیدونستم. فقط گفتم بله بله. نامرد هیچ وقت یادم نمیره. ولی اون همه شرارت و شیطنت از این قیافه
آره نمیباره بعیده. عینکو داری دیگه، عینکو خالو داری و چقدر مو دارم اینجا. آره موات قشنگ خوبه، موهایی که میبینید ریخته. آره اونجا پر مو بوده، اون بعد لاغری بوده. بزنیم بعدی خانم رسولی. ای وای آها اینجا دوباره این دیگه بده، این دیگه بده، این چه ریشیه؟ ریش نیست، این چه ریجش تیزه؟ خب در نیومده بقیهش، اذیت نکن، اینجاش در نیومده دیگه. اینو خودت اینجوری نکردی؟ نه نه این خودش بلند شده اینجوری شده. چه دهنه ده اینجوری بوده؟ هدف هدف وسط سینا. اینا کیه؟ همون دانش دوران دانشگاهته؟ اینم دقیقا مال اوله دانشگاه هم فکر میکنم. این با چی میاد؟ میخوام عکسو ببرم. اینجوری زوم میکنه، اینجوری غیر زوم میکنه. آه، بعد کرد. زوم که میکنی این شکلی با دوتا انگاش شلوار برمودا بوده؟ میتونی از یکی یکی تو این نمیذاری حرف بزنم اصلا. من توضیح بدم در مورد این وضعیت شتی که دارم. خب بگو عزیزم. نمیدونم کی به من گفته که بعد از اینکه اینگاه دامنه چرا اینگاه به هم چسبیده؟ نه نه اون مدلش اونجوری بوده و اینه که جداه. چرا بعد این کفشا بپوشی با شلواره که سروب همون دیگه شلواره سروب مد بود. نمیدونم چی بود. این چقدر بده، چرا اینو پوشیدم من؟ ولی تیشرت هم مثلا کلی بود. تیشرت رو خدا لک و اینا که تمیزی و اینا دیگه نمیرسیدم به تمیز کردنش. میدونی هرچی میخوردم میریخته روم. دستما به من میدی؟ دریا بیشه است زمان چقدر میرفی دریا بیشه؟ آره یکی از دوستان اونجا خونه داشتن، مامانش اینا هر وقت خواستن برای اینا، بابا باش اینا باز اسماشون خب نمیتونم بیارم واقعیت، ولی خیلی دوران خفنیه. این همون دورانیه که من کم کم داشتم هنری میشدم. آها یعنی با بچه های هنر با بچه های با هنرستان و اینا میگشتم. آره آره هنرهای زیبا اون مال اون زمان هست. عبور کنیم؟ آره لطفا. ای وا فریده ای وا اینو گذاشتم. خب ببینید این درسته یقتو آخه بعد از این لباس دیگه بعد از این لباس دیگه یقه هفت نپوشیدم. بابا فرید تو ببین چقدر ریخت و قیافش معقول بوده. نه تو هم معقول بودی یا خب الان فرید نمیشناسم. من یه توضیح بدم در مورد این قضیه که اون سمت راستی یکیه، این سمت چپی یکیه. آره اون سمت راستی پسر یه مادر پدر دیگه یه سمت چپی نه بابا نگو فرید که سمت راست نه نه شوخی میکنم فرید که سمت راست اون برادر بزرگتر منه. فرید بوره قشنگه، موهاش خوشگله، سمت چپی منم موها سیاه تاریک چاق. نه بابا تو هم بوری، تو نور بور میشی. تو نور بور میشی. ببین آره فرید رو توضیح دادم دیگه، اینکه فرید برادر منه، فرید برادر بزرگتره. هله ما پنج نفریم تو خونمون. فریدون چرا داری باعث میگی؟ خب چرا نگم؟ آها بگو راست میگی. آره آره فریدون، فریبا، فرید، فائزه، حسین. همه فر دارن، من یه دونه من نمیدونم فکر کنم از جوب موبی چیزی رو گرفتم. نه دیگه مثلا رفتن از یه جا گفتن ما یه بچه میخواییم نگو اسمش حسین دادن بشین هم گفتن باشه دیگه آره تو هم بیا اضافه شو به ما. اون دوتا بور دم پایمه هیچی نیست. اون دوتا خواهرم و برادرم بورن. بابا تو هم بوری نمیفهمی. بابا من نمیفهمی. بوره کجا بوره نگاه تو عکس معلومه عزیزم. نه خرمایی هستی. خب باشه در اون حد که بور نیستم، مثلا چشام که اثری نیست مثل اون دوتا که. خب اونا به کی رفتن؟ نمی بابا بزرگم فکر میکنم. آها. بابای مامانم. خب دیگه تک شده دیگه. آره کارتریج به من نرسیده. رنگیش تموم شده دیگه. رسیده سیاه‌سفید زده. گفته خب دیگه رنگی نداره سیاه‌سفید بزنه. همه که نباید رنگی باشن که من اتفاقا سیاه بیشتر دوست دارم بابا به خدا. آره یه داستان دیگه هم داره من مشکلم اینجا. با یقه است این یقه درست میشه. این مال همون زمان است که باشگاه میرفتم بعد اینجا باشگاه مثلا ول کردم. میبینی؟ آره اینجا دانشجو بودم من. آها اولای دانشگاهمه با داداشم رفتیم کوه. اینجا من با یکی دوست شدم. آها
اولین دوست دختر خیلی جدی مال اون مال این زمانه. میخوام اینو بگم چرا با من دوست شدی؟ ای وای چیه؟ این چیه که باش دوست شدی تو؟ بابا لابد قشنگ بودی با معیارهای اون کجاش زمان. کجاش قشنگه؟ این چیه آخه؟ مثلا بعد چرا باش دوست شدی عزیزم؟ عینکی موهای جلت بلبلوده. یقه هفت زش. وای! این کوله اینجوری میکنن. این کوله. اینا کوله. اینا که اینجاست کوله. من کول ندارم، مدلم همینه. نه انگار خودت اینجوری power for the people. مگه نمیبینی power شدی برای مردم؟ اینجا آخرای چاقیمه. اینجا دیگه تصمیم گرفتی ببوسی بذاری کنار چاقی رو؟ آره. اینک و نگاه اینک پلیس اون موقع خیلی مود بود یادته؟ و من اینکی بودم نمیتونستم هر فریمی انتخاب کنم، این فریمو انتخاب کنم که تبیش چیزی با هم باشه. اگه میخندید کم بخندید به ما با همه از این عکسا دارم. به خودم بفرمه. یه من خودم خیلی فاجم. این مال همون زمانه. حرفا رو پس میگیرم. شما گرم شمی داشته کم و نگاه اینجا خیلی چاق بودن دیگه. آخرای چاقیمه دیگه تلیکونده بودن. آدیداس اصله؟ نه نه متاسفانه اصلا نیست. آه ای خدا، فکر میکنم اینجا بود که نه باید بخندیم بهت. نه باید 7-8 کیلو رو دیگه فکرم اینجاها زده بودن، یعنی چاق شده بودن. مامانت این برنامه رو میبینن آقمون میکنن خانواده ها. ای کاش از اول رعایت کنن، هی غذا تو شکم بچه هاشون نکنن، هی فکر کنن هر کی چاقتره قوی تره. نه به خدا اینجوری نیست. نه نه درست کنیم غذا رو. چرا؟ من مشکلی ندارم. بخند باش، من آینه عبرتم اتفاقا. میریم جلو تکس قشنگا من میاد. وای اینو دیده بودم. اینا همه توی یه روزه این مال اینا مال سال 88 دقیقاً 88 ما رفتیم وسط حرفت. اینجا ببین چه بورموری قشنگ داری از دور میای. قشنگ آفتاب خورده. خب بگو همین دیگه. میخوام بگم سال 88 اون موقعی که اینجا دقیقاً انتخابات بود. آره اوجا شاقیم بود دیگه. همین بزن بریم جلوتر. این چیه پام کتونیه؟ به کتونی سخت تو ببین. آها بریم جلوتر. من وای چقدر هم دوست داشتی خودتو تو اون لباسو. بزن بره. این داری چی کار میکنی؟ من گفتم اینجا بیام چاقیه دیگه خیلی نشون بدم ببینید که چقدر آره، چون گردن و نگاه قشنگ مشخصه اینجا خیلی اصلا یه حد دیگه خیلی چاق. خدا اینه تو واقعا ما بسوزونم خرسترمون اسکیم اینجا ما باشی شبیه کده تنبت شده پستیشه کلاه گذاشتم اینجای من تنبت آدی صورتم به پهنا صورتم عشقی ریزم چه مو اوه قلبم گرفت نمیتونم تازه با دختر رفتیم اسکی یه دوری نده دختر هم دوستان بودن دوست دختر ولی میگم خب شما نمیگفتید این چیه به دست بایی درست کنین و حتی آقا بابا موهات را چه موهات چه رشم به واقعا انگار پستیش گذاشتی ولی خوبیش اینه که ببین چقدر موهات داشتم خدا خیرت بده چقدر خندیدم پایین با این استان میرفتین اسکی بزن بعدی تو خدا ردش کن بده این نمیدن شکم و نگاه نمیتونم ادامه بدم این وزن رو نمیدونم چجوری اسکی من تحمل میکرده آخ خدایا جون آخه اینجا کیوت بودی این خیلی بچه هم اینجا خیلی بچه بودی این خیلی بچه هم این مال خیلی قدیمه خب شکم رو من رو نگاه
شلوارو دیگه زیر شلوارم. آره زیر شلوار با بزرگی است. چیز پوشیده بودی. آشخ خندیدم سر قبلی. آخ خدایا. موهام چالش. اینجا خیلی جوونم. این مال زمان دبیرستانه. مثلا تو دبیرستان می‌رفتی اسکی؟ آره این مال دوم دبیرستانه. تگش معلومه دیگه. تگ اسکی معلومه مال چند وقت پیش با سیم مفتول می‌بستیم اینا رو. میخوام این بگم که من اینو با 900,000 تومان کل این ستو جمع کردم. چقدر زیاد بوده واسه اون موقع. آره خیلی زیاد بوده. مثلا این شکلی بگم که پیسه اسکی 9,000 تومان بود. نه با 9 تومان 9 تومان میرفتیم اسکی میکردیم. خیلی وضعی بیریختی بود اینجا. اصلا دستکش چرت و پرت همه رو دست دو خریدم تازه. اصلا رفتم یه دونه مغازه از این تاناک مثلا اینجور بگم تاناک داشت. تاناک را بیفرد. آره اسکی مسکی رنگ شده و اینو برداشت هم میرفتیم اسکی. آخ خب درسته اونجوری میبینی؟ اینجوری هم هست. نه قشنگی هستن این عکسات دوست دارم. آره. این تو این ولی زیر شلوار اینا هم خیلی اومده است. معلومه آره. که کوچیکه برام. شلوار کوچیک بود قدر وقت میشستم میشست به میبه تو صورتم درد میگرفت. ای وای وای بزن خودم. اینجا لاغر شدی. کم کم. این همون کوهاییه که من چاق بودم سری قبل دیدی. آره. موهام بد بود و اینا با همون اینا که آره آره. دوست دختره اینجا دوست دختره داشتم. آها. دیگه یه ذره تیپه تغییر کرد. نه اینجا دیگه اوکی. آره. و دیگه اینا ها میبینی اوکی بودی و آره. نه نه اینم مال قدیمه. یه سر لاغر شدی. نه اصلا صورتت از اون تو نمیدونم کلا من این مال قبل از اون چاقی است. اتفاقا من یه ذره چاق و لاغر زیاد شدم تو زندگیم کلا. جان لای گله ها از بین شکوفه های گیلاس. اینجا هم دانشجو بودم. عکس دانشگاه هم میگم نمیتونم خیلی نشون بدم. وای خدایا اینجا دانشگاه هم باز این عکس ها مسخره بازی گرفتی دیگه. آره اینو مسخره بازی گرفتم. این چیه؟ خاک بر سرم. اینو یکی از دوستان برام گذاشت. اینجا دانشگاه بودی؟ صدامو از دست دادم سر این عکس ها. اینجا مردم ساحل دانشجو. آره آره اینجا دانشجو هم. آره اینجا دانشجو بودم. اینجا ماشین اصلا دانشگاه بودی تو یا همش شمال؟ همش تو اشغال. همش تو اشغال. تموم شد؟ نه داریم. من یه دقیقه بپرم اونو تاز بزنم بیام. خب اینم دیگه اینجوری بود. اینم خواستم ببینی و آها این یقه با یقه تا خدا دیدش راحت نور اون بعد برام. خب اینو بگه جلو تر نمیشه؟ چرا نمیشه بیا. آره قول میدم سری بعد نور رو بیارم با خودم. ببین اینجا دیگه خدا رو بنده کار میکردیم. دانشگاه دیگه مثلا آخر دانشگاه هم بود لاغر داشتم. آره میکردم. دستی لاغر میشدی. بعد این تیشرت رو خیلی دوست داشتم. تو عکسه بعدی هی میبینی همهش این تیشرت هست. یقه اینجوری کانتونایی چی؟ اریک کانتونا توی حالا مهم نیست. آها. بچه ها میدونن که اریک کانتونا فوتبالیسته که توی گل که چیز میکرد بازی میکرد این نمی داد بالا. آها از اون چیز کرد گل برداری کرد. چه بابا معروف بود اصلا یه مدل میزدن این هالستره چیه این لباسه اسمشون چی بود این لباسا؟ هالستر. آره آها با ابرکامبی. بله درسته درسته میگم. آره همینا بود. آره این دوتا لباس خیلی معروف بود دیگه. این هولهی ها بود و همه از بسر از اونها بوشیدن و آره مثلا یکی از خاطرات من توی کیش خیلی بامزه است که کیشه؟ آره اینجا کیشه. من و رفیقم پولامونو جمع کردیم رفتیم با هم یه پروژه اولین پروژه هایی که برداشته بودیم با هم اینجا هنوز کلاکت رو راه ننداختم. یه پروژه رفتیم با هم پولش رو برداشتیم رفتیم کیش. فقط هم ماشین گرفتیم اونجا. حالا میریم جلو بهت میگم. این خاطره خیلی بامزه. آه اینجا عینک زنبوری هم داره کتونی ها نگاه آخه اینو میدونم خاطره شو. خاطره های بامزه هم باز این خاطره هرم مثلا نمیتونم. آره سانسوریه. آره آسا کی مثلا یقه تو میدادی پایین بهتر بودی. آره. با این شلوار و اینا تیپت اوکی بود واقعا. آره دیگه نسبت به اون گرم کنه. آره این شلواره باز بهتر بود تو اون سبزه. نه الان مثلا اوکیه. حالا نه اینکه من مثلا با خودتو چسبوندی به ماشین ولستر بود. اسم این ماشینه ولستر بود فکر کنم هیوندا.
کی با این ماشین بگیره که این ماشین خودتون بود رنت کرده بودین؟ 4-5 تا ماشین رنت کردیم تو 3-4 روزی که اونجا بودیم ما. در این حد که پول نداشتیم شب تو هتل بخوابیم، ماشین ولی داشتیم، ماشین داشتیم، تو ماشین خوابیدیم یه شبشو. باشه بریم بعدی. اینجا دوباره چاق بودی؟ نه اینجا چاق نبودم، اینجا تو همون سنام، اینجا آخره دانشگاهمه، یه ذره لاغرتر شد. آره یه ذره باز لاغرتر شد. ببین من دو سری فکر کنم لاغر کردم، یه سری تو حیات خونمون، تو همون حیاته بود اینجوری شلنگ داشتم. آره. هر روز 1000 تا طناب می‌زدم. چی؟ به خدا روزی 1000 تا طناب می‌زدم. 100 تا پشت هم. نه بابا. طناب می‌زدم. خیلی اونجا لاغر شدم. یه ست اونجا لاغر شدم، یه ست هم حالا می‌ریم جلوتر بهت میگم که چی شد که لاغر کردم اصلا. جان. جان. اینجا دیگه اوجه، اینجا خدا رو بنده نبودم. آره دیگه معصومیت از دست رفته اینجا. آره. دیگه اوجه، اینجا خدا رو بنده نبودم. آره دیگه خیلی. آره. دیگه اینجا معلوم از قیافت. آره اینجا مشخص هستم میخوام همه رو چی کنم. از تیغ بگذرونم. یا چی گفت اینجوری هم دارم که آی خدای بازم. بعد تیشه اینه نگاه، این چه سانسور داره روش؟ یه چیزی دهنمی که نباید باشه. سانسورش کردم. آها آها اینجا بین دو اکیپ و... نه میخوام بگم که یه اکیپ سنت قبلی بود که دیدی. آها یه اکیپ اینوری هنری بود، یعنی من همچنان داشتم تو دو اکیپ حرکت میکردم. آره اکیپ هنری و اکیپ غیر هنری. تو اکیپ هنری این شکلی بودم با این وضعیت و تیشرت پاور فور دی پیپل هم که می‌بینی داشتی و بزرگ تنمه. آره و اونورم اونجوری حرکت می‌کردم. اینجاها باز یادم نمیاد چه زمانیه، ولی تو همون موقع است که داشتی می‌دیدی. آره آره بریم جلو. وای این الان تو اکیپ هنری است. آفرین این اکیپ هنری است. شیشه رو سر. بعد میرفتم مثلا تو اکیپ هنریه، فکر کن وضعیتو یه سری از اون فرهنگ می آوردم تو این فرهنگ، یعنی موزیک غری خار و مادر رو می کشوندم می آوردم توی خانواده مثلا هنری. آره. از این ور مثلا یه سری فیلم و موسیقی هنری خفن رو می بردم تو اون ور. اینا ترک می خوردن داشتی ترویج فرهنگ می کردی. مثل یعنی چی بودش؟ که آورده ای؟ مارکو. آره. مارکو بودم. آی. آها. آها. اینجا اونجاست که گفتم. اینجا من لاغر کردم. چقدر لاغر کردی؟ آفرین. من خیلی جمع شدی. نگاه کن اینجوری. آره. و اون نشد قشنگ. اسکی دوستش داشتم. با یقیه. آره. مال ابرکرامبی و میبینی شلوار پامو دیگه و وضعیت رو داری. آره دیگه اصلا استایل صورت و زیرگلو رو قشنگ میبینی. آره گردنت قشنگ دیگه اینجا آب شده. ببین بذار بگم که چجوری هم لاغر کردم. اینا آره عروسی داداشم بود. یک سال بعد قرار بود عروسی کنه. من موقعی که فهمیدیم قرار عروسی کنه من فهمیدم که خیلی چاقم و میخوام کت شلوار بپوشم. کت شلواری که دوست دارم بپوشم تنم نمیره. تصمیم گرفتم که لاغر کنم به خاطر کت شلوار. یعنی هر کسی یه تصمیمی داره دیگه، منم تصمیمم کت شلوار بود. هدفت کت شلوار بود؟ هدفم آره هدفم کت شلوار بود. تصمیمم که لاغر کردم بود. و تابستون بود، من هر روز میرفتم استخر، استخر بانک ملی. از دو ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت سانسش بود. یک ساعت و نیم و آره یک ساعت و نیم سانسش بود، دو ساعت سانسش هم. توی یک ساعت و نیم، یک ساعت یک ضرب شنا میکردم. رفت و آمد، رفت و آمد. یعنی میرفتم دستام میشه لاغره. آره، اصلا خیلی. یعنی یه ضرب، اصلا فکر چیز نمیکردم. میرفتم بالا تنها میرفتم، هر روز تنها میرفتم. یک ساعت میرفتم شنا، رفت و آمد، رفت و آمد. بعد نیم ساعت بعدش رو میخوابیدم تو آفتاب، آفتاب میگرفتم. میومدم خونه، یه ذره استراحت میکردم، بعد از اون رو تردمیل میدویدم. آفرین به تو. و موقعی که رو تردمیل میدویدم کیسه اینا میکردم و مثلا کلاه میذاشتم که عرق کنم. این باعث شد که من موهام برسه.
آها. چه اتفاقی افتاد؟ تو 10 روز اول 10 کیلو لاغر شدن. خیلی اصلا غیر اصولی ترین کاری که میتونستی بکنی رو کردی. خیلی اشتباه، هیچ وقت این کار نکنی. آره. تو 10 روز اول 10 کیلو لاغر کردم، بدنم ضعیف شد. و غذا اینا نمیخوردی؟ صبحانه که میخوردم دیگه نمیخوردم، میرفتم استخر میومدم نهار میخوردم، بعدش بعد نهار 2 ساعت 3 ساعت بعد نهار ورزش میکردم، دیگه نمیخوردم تا صبحانه. شام نمیخوردم، یعنی غذا هم نمیخوردم. خیلی کار وحشتناکی تو کردی. این مدت من شکر زیاد میخوردم، قند زیاد میخوردم، نوشابه زیاد میخوردم، تخمه زیاد میخوردم، خیلی رژیم غذایی چرتی داشتم. آها. فست فود زیاد میخوردم، همه چیز زیاد میخوردم و تو این مدت همه رو قطع کردم. شکر دیگه نخوردم و هنوز نمیخورم، نوشابه دیگه نخوردم، الان مثلا خیلی کم میخوام، بعدم هم میاد دیدی که قند رو حذف کردم از زندگیم، به هیچ وجه قند نمیخورم من، اینکه مجبور شم دیگه قند بخورم و قند غذاهای دیگر هم نگاه میکنم میخورم و تازه با این وضعیت اینا ها، وگرنه که خیلی من چاق میشم اگه اینا رو کنترل نکنم. میخوام بگم خیلی کنترل کردم خودم تو 10 روز کیلو چاق لاغر کردم، مریض شدم. آه. افتادم تو خونه، سرما خوردم فکر کنم، مریض شدم، یه هفته مریض بودم. 20 کیلوی ادامهش، من 30 کیلو لاغر کردم، 20 کیلو ادامهش رو تو سال بعدی که تو اون یه سال ادامهش کم کردم. استخ میرفتم، باشگاه نمیرفتم، میدویدم، تردمیل میرفتم. آره. و همه اینا اون رژیمه رو رعایت کردم و دیگه لاغر شدم. از چند به چند؟ 98 کیلو بودم، روز عروسی داداشم 68 کیلو بودم. آره. خیلی لاغر. آره خیلی. خیلی لاغر شدی. بریم جلو. اشتباه کردم دیگه. لبخند کجکیو. می‌بینی که آقا سینه ها می‌بینی؟ آره اصلا مشخصه. آره خیلی خوب بودی. خیلی از الانم هم خیلی بهترم اینجا. آره خیلی لاغر بودی. مرسی. نه الانم خوبی، منظورم این نیست که. برو ببین چی می‌خوای کبی؟ اینم سانسور داره. اینا مال همون زمان است که لاغر شدم، می‌بینی؟ دیگه موهای بدنم زدم و همون میخواستم میگم چرا مو نداری؟ اون موقع مثلا موهای بدنم هم میزدم، میرفتم شنا میکردم و اینو لاغر که میکردم. آها. به اینو ماهی بتونه برای کردم فری دردی یقه رو داری دیگه، اینه که زنبوری هم که میبینی اینجا اوج خوشتیپی ها ایناست دیگه، این مثلا خیلی جلوه، اینجا دیگه برونزم بودی. آره. و اینا دیگه خیلی جلوه، سو سکسی. خیلی اون داداش هم اون پشت. آره اینجا کجا عروسی بوده؟ نه تولد پسر خالمه، این مال نمیدونم چه سالیه، بذار بهت بگم مال چه سالیه، این مال دیروزه که اگه زده کپی کردم نمیدونم چه سالیه. اینجا خیلی ولی خیلی جلوه اینجا. اینجا زمانی که تو منو میشناختی. آها. یعنی دیده بودیم قبلش هم دیگه. آها آره. دیگه لاغر کرده بودم و آها عکس سربازی هم آوردم. آخه من ندیده بودم عکس سربازی. آره. اصلا. اینجا پادگانمونه. عزیزم. آخه چه دوران مزخرفی داشتین. واقعا. واقعا خیلی. آره. عکاس بودم تو پادگانمون، عکاس بودم. خلاصه که اینطور. بله این وضعیت ما بودش، بنده خیلی. بود توی چه زب کنم توی این آه. چند سالی که گذشته حالا من خیلی یه عالمش هم نشون ندادی. خیلی شو نشون ندادم. آره خیلی شو نشون ندادم چون نمیشه نشون داد. آره. چون آدم های دیگه توش هستن نمیشه نشون. آره دیگه بیشتر عکسامون همه با آدم های دیگه. آره. است، با دوستامونه. خیلی زیبا بود. خوشحالم که الان با این ریخت و قیافه اینجا نشستی. آره. در کنار من. اونجا آخرین تا عروسی داداشم چند سال پیش بود؟ نمیدونی؟ گفتی 89 بود. 89 بود؟ آها 88 یادت گفتم کی بود؟ 88 آره. زمانی بود که دیگه من اوج چاقیم بود. چاقیت بود. آره. و اونجا بود که تصمیم گرفتم که لاغر شم. بر نگشت خدا رو شکر. نه دیگه به اون حد تو هیچ وقت آره، نرسیدی. آره به اون حد نرسیدم ولی الان چند کیلویی؟ نمیدونم. مثلا 80 تا 84 5 تا کیلو باشه. نه بابا کمتری؟ نه همین حدود باشه.
ورزش اونم دیدی تو آشتیان لباس و یقه اینجی داشتم و اینا. من تو آشتیانم شبا میرفتم میدویدم، یعنی میرفتم دانشگاه اونجا هم باز میرفتی. اگه استخ نبود و اینا خب طول کشید دیگه، یا یک سال قضیه طول کشیده که لاغر کردم. وقتی میرفتم دانشگاه هیچ وقت یادم نمیره شب میرفتم با این لوازم پارک. آره یعنی باشگاه هم هیچ وقت دیگه، از اون موقعی که دبیرستان رفتم باشگاه دیگه باشگاه هم بدم میاد، دیگه نمیرم باشگاه بدنسازی. میرفتم با لوازم پارک ورزش میکردم، بعد تو کل شهر میدویدم. آفرین. ساعت یک شب، دوازده یک شب، هر شب پلیس از بغلم رد میشد میگفتش که آفرین آفرین جوون آفرین جوون، نمیدونست که درس نمیخونم میام میدویم اینجا. که یه بار گرفتنمون بردنمون کلانتری، میگم خیلی خاطر زیاد دارم نمیتونم همشو بگم. رشو اصلا استارتشو نزن وقتی نمیتونی بگیم. میخوام این بگم که بردنم کلانتری، کلانتریه که به یه دلیل الکی ها یکی ترقه ناخ ما رو گرفتن. آها. اشتباه گرفتنمون. رفتم کلانتری نگاه کرد گفت تو که هر شب داری اینجا میدوی اینجا چی کار میکنی؟ میشناختنت به دویدن دیگه. آره همه میشناختم. اینو فارسکام شده بودم فقط میدویدم. بعد چیز دیگه بعدش دیگه، ولی مثلا دوچرخ سواری و آره. نمیدونم این چیزا رو آره دیگه افتاد رو دور، اصلا نمیتونم دیگه ترک کنم. ورزش کردن آره دیگه. رعایت کردن و اصلا نمیتونم، دلم نمیخواد، دوستش دارم یه این کارم کنم. شیر نمیخورم مثلا دیگه عذاب وجدان میگیرم. آره خلاصه اینطوری. مرسی که نوبت شما میشه. نه من که نوبتم نمیشه، ولی حالا خدا اون روزا نیاره، خیلی بده. نه امیدوارم که خندیده باشید، چرا که نه، من که راضیم، من که خیلی خندیدم خدایی روی سریا. خلاصه من تجربه زیاد دارم بخاطر اینکه خب خاطرام خیلی زیاده، اکثرش هم غیر قابل پخشه. حتی تو جمعای کمی هم که صحبت میکنم همچنان دست و دلم میلرزه از یه سری از خاطرام حرف میزنم، میترسم یه وقت لو ببرم. به خیال اینو داشتم میگفتم که تو من خیلی خوبه که این همه تجربه داشتی. من نظرم بر اینه همیشه که آدم باید یه سری اتفاقا و تجربیات رو توی یه سن خاصی داشته باشه. سر وقتش واسه سر وقتش بیوفته. چون بعدن اگه دیر بشه دیگه یه سری تبعات داره که نگم دیگه براتون. درسته. آره هر چیزی باید سر وقتش اتفاق بیفته. خیلی هم خوبه به نظرم اتفاقا. مرسی که مرسی هستید، مرسی که نگاه میکنید، امیدوارم تا اینجا دیده باشین. نظراتتون رو بگید بهمون، موضوعای بعدی رو حتما هر سری بهمون اعلام کنید که چی دوست دارید باشه. ما موضوع بعدی عکسای من نباشه، ولی نه عکسای پارسیلا زوده واسه این اتفاق، ولی اونو من حتما میارم، نگران نباشید. یه چیز دیگه میخواستم بگم اینه که بهم بگید که کدوم عکسمو بیشتر دوست داشتید، هم از لحاظ خوبی هم از لحاظ بدی، هر جور که سلیقه‌ای هر چی که دوست دارید بهم بگید. یعنی چی کدومو بیشتر دوست داشتید؟ کدومو مثلا بیشتر دوست داشتن که بد بوده؟ بوده براشون خنده‌دارتر بوده یا مثلا بدترین بوده هر چی که بدترین یا اصلا بدترین می‌خوای بذارین؟ آره بدترین عکس هم از نظرتون کدوم بوده؟ شما بهم بگید. من می‌دونم خودم کدومه. شلنگ. نه اسکی. کدوم؟ اینجا چیزا اینجوریه موهام. ببین از اون بدتر. نه نه بسیار بین اون شلنگه و اون آره آره موه تو توش بد بود، خیلی بد بود. خودتون بگید هرچی دوست دارید انتخاب کنید. خیلی بد بود. مرسی واقعا. مرسی نگاه میکنید. سابسکرایب یادتون نره، لایک کنید، حتما کامنت برامون بذارید. اگه دوست داشتید حتما شیر کنید با دوستاتون، بهشون بگید که نگاه کنن. هرچی ما بیشتر بازدید بگیریم خب قطعا خیلی خوشحال تر میشیم که بتونیم باز بیشتر برنامه بسازیم. دمتون گرم، مرسی، خداحافظ.